درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، 11 از ماه ژانویه سال 2016، روزهای دوشنبه. در خدمت شما دوستان هستم به مدت یک ساعت و نیم. در باب مطالب مختلف صحبت میکنیم. در دو هفته گذشته ما بخش اول این سریالی که ساخته شده است به نام معمای شاه رو تحلیل کردیم و دوست نازنین من پرناز از تهران یک ایمیل کردن که برنامه‌ای هست که عده‌ای جمع شوند، صاحبان نظر و نشان میدهند و تحلیل میکنند و اینها، که من از اون برنامه مطلع نیستم، نمیدونم کدوم برنامه است، در کجا هست و اینها. اما من نگاه میکنم، نظر خودم رو در باب این سریال خواهم داد، اما نه امروز، چون بخش اولش رو بررسی کردیم و بخش های دیگرش رو من نگاه میکنم. اونهایی که دارای ارزشی هستن یا احیانا خط و خطای بزرگی در آنها رفته بررسی میکنیم و خدمت شما معرفی میکنیم اینها رو. اجازه فرمایید که یک غزل از حافظ بخوانیم. میفرماید هاشا که من به موسم گل ترک می کنم، من لاف عقل میزنم این کار کی کنم. مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم در کار چنگ و بربط و آواز نی کنم؟ از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت، یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم. کی بود در زمان وفا جام می بیار تا من حکایت جم و کاووس کی کنم؟ از نامه سیاه نترسم که روز هش با فیض لطف او صد از این نامه طی کنم. کو پیک صبح تا گله های شب فراق با اون خجسته طالع فرخنده پی کنم؟ این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم ای کنم. بسیار غزل ناب زیبایی است از خواجه حافظ شیرازی. خدمت شما عرض میکنم که ما روز 31 ژانویه بین ساعت 3 تا 5 در پترولیوم کلاب هستیم، شماره 100 نورث برادوی. عرض کنم که در یونیت 3400 اوکلاهاما سیتی اوکلاهاما. تلفن دوست عزیزم آقای علوی رو خدمتتون تقدیم میکنم. برای کسب اطلاع میتوانید با آقای فریدون علوی صحبت کنید. 405-760-26-37. بله، این هم از این. خدمتتون میگم که یکی از بزرگترین اخبار هفته گذشته این بود که این جمهوری، مثلا جمهوری کره شمالی، این واژه جمهوری را هم خراب کردن. جمهوری یعنی حکومت جمهور، جمهور مردم، اکثریت مردم. اینها لغاتی است در عصر جدید که به نام حکومت ها، یعنی در نامگذاری حکومت ها آمده است، مثل جمهوری فرانسه، مثل جمهوری آمریکا. 4 تا آخوند آدمکش آدمخور هم آمدن میگن جمهوری. کدام جمهور؟ چه جمهوری؟ انتخابات؟ کدام انتخابات؟ چه انتخاباتی؟ مملکت بدون ساختار سیاسی؟
مملکت بدون حزب، مملکت بدون آزادی، یه جمهوری نمی شود که، انتخابات ندارد که، چهار آخوند نشستن، چهار تا بدتر از خودشون رو میندازن میانه میدان، میگویند بخوری پاته نخوری پاته، آش کشک خالته. بله، جمهوری اسلامی ایران وقتی که دیگه لیدر انقلاب آخوند خمینی باشه، جمهوریش هم همین میشه دیگه. این جمهوری آمریکا رو کیا بنیاد کردن؟ آدمای بزرگی که همشون فیلسوف سیاسی بودن، یک دولت علمی بنیاد کردن که سقوط ندارد، به جهت اینکه روز به روز خود رو به طور علمی داره در واقع تطبیق میدهد با علم و خواست مردم. و به همین دلیل هم ظرف این 200 سال گذشته بزرگترین کشور تاریخ شده است. یک آمار دیدم سالها پیش که 80% عالمان تاریخ جهان امروز در آمریکا زندگی میکنن. یعنی تعدادشون که بگیریم 80% علمای تاریخ در آمریکا زندگی میکنن. اینها همه به خاطر ساختار سیاسی مملکته. یک فیزیکدان مشهوری هست، فکر کنم ژاپنی باشه، خیلی تو شوهای تلویزیونی هم هست و اینا، میگفت که آمریکا نگاه کنیم، سالی حدود 100 هزار مهندس تولید میکنه، چین سالی 600 هزار تو تولید میکنه. و در این مسابقات ریاضی آمریکایی‌ها خیلی جلو نیستن، حالا بعضی وقتا هم اول هم میشن، اما پایینه. چگونه است که این مملکت سقوط نمیکنه به لحاظ علمی؟ گفت به خاطر اون ویزای مخصوصی است که خارجی ها میآیند به آمریکا و خود در واقع دولت آمریکا، سازمان فرهنگی آمریکا میرود در هندوستان، در چین، در ویتنام، در جاهای دیگه بهترین مغزها رو میآورد اینجا و اینها هستند که این کشور رو نگهداری کردن. ما شیعیان پاک و پاکیزه برگزیدگان عرض کنم جامعه بشری هستیم، باید همه رو از مملکت بیرون کنیم، کسی رو هم راه ندهیم. هر سبت که خوبی می شود داستان دیدیم. جمهوری اسلامی، باری این جمهوری کره شمالی، هر سبت که بارها در باب صحبت کردم که حاصل تقسیم بندی های جنگ دوم هست، ادعا کرد که بمب هیدروژنی منفجر کرد، که البته دروغ گفته. تا به امروز دولت آمریکا با این همه ستلات و بند و بساط تشکیلات تایید نکرده و به نظر میرسد که از همین بمب‌های معمولی بوده. چون بسیاری هموطنان با این معانی آشنا نیستن، من خدمتون توضیح میدم که بمب اتمی بر دو نوع هست. یکی بهش میگویند که فیژن بام، یکی فیوژن بام. اینا تکنیکشون با هم خیلی فرق میکنه از نظر ساخت و اون ماده اتمی. فیژن بام از پلوتونیوم ساخته میشه و اورانیوم، یعنی یک عنصر سنگین ناپایدار رو که همون پلوتونیوم باشه، که پلوتونیوم در طبیعت نیست، پلوتونیوم ساخته میشه و عنصر سنگینی مثل اورانیوم که هسته ناپایداری رو دارد، وقتی ما یک پروتون، ببخشید، یک نوترون شلیک کنیم به مرکزش، نوترون آزاد میکنه، به هر دو نوترون برخورد میکنه به دو اتم دیگه، هر یکی دو تا، 80 نسل که ما داشته باشیم چین ریاکشن داریم. چین ریاکشن یعنی فعل انفعال زنجیری که این در حدود 1 میلیونیم ثانیه طول میکشه و یک انرژی خارق العاده تولید میکنه و ما بهش میگوییم انفجار اتمی. بله، و نوع ساختش هم از نظر تکنیکی با
بمب های پلوتونیومی فرق می کند. پلوتونیوم فلزی است که ساخت، اینا بهش میگویند ترانس یورانیک المنتس. هر صورت که یه دانشمند ایتالیایی داشتیم به نام انریکو فرمی در دانشگاه روم بمباران کرد اورانیوم رو و حاصل آن این بود که می شود یک المان جدیدی ساخت با اضافه کردن فرض کنید یک نوترون. ما می توانیم یک المان جدیدی یا یک عنصر جدیدی بسازیم که بعد جایزه نوبل هم گرفت و اینجا در همین دانشگاه برکلی مک میلان و سیبرگ که البته مک میلان بنیانگذار کار بود اونتا او رو خواستن که بره و در دانشگاه MIT روی رادارها کار کند و سیبرگ اونجا پلوتونیوم رو ساخت. سوخت و سازش از اورانیوم بیشتر هست. طریقه یعنی که ساخته می شود البته تفاوت می کند و هر شود که بمب پلوتونیومی ساخته میشه به صورت کره است معمولا که حالا من وارد توضیحات بیشترش نمیشم و از اینها آمریکایی ها ساختن دو تا در جنگ دوم و بمب اورانیومی رو بر روی هیروشیما انداختن 6 آگوست 1945 و اون بمب پلوتونیومی رو که بهش فتمن هم میگفتن به صورت کره بود بر روی شهر ناکازاکی انداختن. این تحقیقات در یک لابراتواری شد به نام لوس آلاموس لابراتوری و دانشمندان بزرگی اونجا کار میکردن. اینها خود انریکو فرمی که اسمشو بردم، این مرد یک بار دیگه هم عرض کردم در بین فیزیکدانانی که اونجا کار میکردن هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ تجربی این استاد تراز اولی بود و آمد و در واقع مقدمات این که می شود بمب هیدروژنی هم ساخته بشود رو به میان آورد. در باب بمب هیدروژنی مقدمتا باید عرض کنم که این خورشید که میبینید، اون چه نور در جهان میبینید، این یک نوع بمب هیدروژنی است که در واقع تداوم داره سوختش، ناگهان منفجر نمیشه، تداوم داره. خورشید ما نزدیک 5 میلیارد سال است. یک بمب هیدروژنی است که 5 میلیارد سال است آرام آرام میسوزد. این است که آمدن و متحیر شدن آدم های قدیم، چون میگفتن جهان جهان کون و فساد هست، یعنی به دنیا میاد فاسد میشه از بین میره، و متحیر و متعجب بودن قدمای یونانیان که چرا در این خورشید تغییری حاصل نمیشه، این چه پدیده ایست که این همه حرارت داره اما دودی نداره، و جوابی براش نداشتن و متحیر از این که چرا برای این تغییری، پس این کوچک هم که نمیشه، پس این چه داستانیست، و اینها نمیدانستن. در حالی که چرا داره میسوزه و هر ثانیه حدود 600 بیلیون تن سوخت مصرف میکنه، به اندازه که ما یک رکعت نماز بخوانیم اگر نماز ما نیم ساعت طول بکشد که میشود 30 ثانیه، بله 30 رو ضرب داره 600 بیلیون تن بکنید، ببینید چه میزان سوخت رفته که این حاج آقا نمازش بخواند. یا میخوام حنا به ریش بگذاریم، ببینید حنا به ریش گذاشتن که خرجی داره. بله متحیر بودن تا اینکه گازهای اینرت گاز یعنی گازهایی که با هیچی ترکیب نمیشن. چرا ترکیب نمیشن؟ به جهت اینکه مدار آخر اتمی اینها کامل 8 الکترون داره، بنابراین جا برای الکترون دیگری ندارد. ترکیب یعنی همین گرفتن یا دادن الکترون هاست. بنابراین این گازهای مثل نئون، مثل هیلیوم، اینها
گازهای کام اینرت گاز، گازهای بی اثر گفته میشه، و دوربین های مخصوصی که ساخته شد و طیف اینها رو نشون میداد، دیدن که در خورشید هیلیوم هست، در خورشید هیلیوم هست. من فکر میکنم این پدیده اگر خطا نکنم در آلمان کشف شد، اما نمیدونستن که این هیلیوم اونجا چیکار میکنه، داستان هیلیوم چیست واقعا. تا اینکه عرض کنم که آقای بت هانس، لطفا عکس آقای هانس رو نشون بدین، هانس بت، دانشمند آلمانی پیدا شد و این راز بزرگ جهان رو کشف کرد. هانس بله آمد و فرمولش رو هم نوشت و گفت که در هر ثانیه دو اتم هیدروژن با هم فیوز میکنن، جوش میخورن به هم، تولید هیلیوم میکنن و یک مقداری جرم اضافی تبدیل میشود به انرژی و این چیزیست که ما میبینیم. بنابراین هیلیوم داره تولید میشه و در هر ثانیه این میزان، عرض کنم که هیدروژن داره مصرف میشه اونجا. و این اندیشه به ذهن دانشمندان گذشت که خب اگر ما بتوانیم بمب هیدروژنی بسازیم، دیگه کارمان دیگه خیلی درست خواهد بود و انرژی خارق العاده به دست میآوریم. و یکی از مشکلات امروز همین فیوژن هست، فیوژن که ما چگونه بتوانیم این انرژی رو روی زمین کنترل شده تولید کنیم، کنترل شده نه به صورت یک انفجار اتمی. اما این دانشمندانی که در اونجا بودن که بر روی هم 11 برنده نوبل بودن در فیزیک، اینها بله تصویر هانس حالا داره من میبینم، چون ما یک دقیقه هانس عمر طولانی هم یافت، بوده 90 چند سالگی. آخرین دانشمندی که از این گروه فوت شدن یکی هانس بود، یکی ادوارد تلر. ادوارد تلر رو پدر بمب هیدروژنی میشناسن که با اول که همشهرش بود او ریاضیاتش رو چیز کرد و اینا با هم کار کردن، با اولین بمب هیدروژنی ساختن که سری ساختمان بود. باری این دانشمندان بعد از اینکه این دو جنایت بزرگ انجام شد، یعنی اون دو بمب اورانیومی و پلوتونیومی رو بر روی ژاپن انداختن آمریکایی ها، اینها این لابراتوار رو ترک کردن، گفتن که ما اهل این کار دیگر نیستیم و بیرون رفتن. یک تعدادی هم باقی ماندن. آقای فرمی که یکی از بزرگترین اینها بود رفت و به تدریس مشغول شد، اما بر اثر کار نزدیک با این عناصر رادیواکتیو سرطان گرفت آقای فرمی و فکر میکنم حدود 57 سالگی از میان رفتن. باری آمدن و مشغول به کار شدن. آقای ادوارد تلر از اون آدمای ضد کمونیست خیلی خیلی رادیکال بود، شاگرد هایزنبرگ بود، تز دکتراش هم در باب هسته هیدروژن نوشته بود. شروع کردن به کار و گفتن حالا ما روی زمین همون کاری که در خورشید میشه باید انجام بدهیم و آمدن دوتریوم و تریتیوم رو با هم فیوز کردن. ما ساده ترین عنصر طبیعت هیدروژنه، یعنی بعد از بیگ بنگ و که اون انرژی که بود تبدیل به ماده شده این جهان هستی رو پر کرده، ساده ترین عنصر هیدروژن بوده که درست شده، یعنی یک الکترون در دورش و یک پروتون هم در میانه. و بعد دو نوع دیگه هم هیدروژن ما داریم، دوتریوم، یعنی اینکه
یک نیوترون هم دارد، تریتیوم یعنی یک پروتون و دو نیوترون در مرکز و یک الکترون در مدار. میدونی که نیوترون بار الکتریکی ندارد. باری این آقای ادوارد تلر و یارانش در این آمریکا توانستن با فیوز کردن این، چون اینها میخوان همدیگر رو دفع کنن به جهتی که هر دو دارای بار الکتریکی منفی هستن، شما نیروی خارق العاده میخواهید که اینها رو با هم فیوز کنید، جوش بدهید. این است که نیازمند 50 میلیون درجه حرارت هستید. 50 میلیون درجه حرارت غیر قابل تصوره. در واقع ما با 4 فلزات خیلی 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 سخت از اینکه 3000 4000 درجه ذوب میشم. حالا فکر کنید 50 میلیون درجه حرارت رو از کجا ما باید به دست بیاوریم که بتوانیم عرض کنم که این دوتریوم که یک ایزوتوپ هیدروژن هست و تریتیوم رو با هم فیوز کنیم که اون جرم اضافیش تبدیل بشه به انرژی و همین انرژی که ما در خورشید میبینیم و هلیوم تولید بکنیم و جرم اضافی که جرم اضافی میشود انرژی. این است که دیدن اینها نیازمند یک بمب اتمی هستند در داخل بمب که بتواند این حرارت رو تولید کند تا تازه اون بمب هیدروژنی به کار بیفته. بنابراین میبینیم که بمب هیدروژنی بی اندازه نیرومند هست، خیلی خیلی نیرومند و وحشتناک هست بمب هیدروژنی، و این کار رو توانستن انجام بدهن. اما تکنیک خیلی عقب بود، یعنی بمبی نبود که بشود مثل بمب هیروشیما با حرف ما هم شد، مثل یک ساختمان بود، مثل یک کارخانه بود. در واقع اینا ساختن به سال 1952 اولین بمب هیدروژنی آزمایش شد، بله، از دوتریوم و تریتیوم و در واقع تولید هیلیوم و انرژی فوق العاده زیاد که البته بزرگترین بمبی که آمریکا آزمایش کرده حدود 11 مگاتون این قدرت تخریبیش بوده. روس ها دانشمند بزرگی داشتن به نام آندره ساخاروف، چون من یک دقیقه عقب هستم از شما، نمیدونم ساخاروف رو نشون دادن یا نه. آندره ساخاروف بعدها فعال حقوق بشر شد، دانشمند بزرگی بود، یارانی داشت. ساخاروف تکنیک بهتری آورد و روس‌ها یک بمب 50 مگاتون منفجر کردند که بزرگترین بمب هیدروژنی بود است که تا به امروز منفجر شده بر روی کره زمین. در واقع این مثل این است که ما خورشید رو بخشیشو بکنیم بیاوریم بر روی زمین. چیز حیرت انگیز است، واقعا حیرت انگیز هست. بنابراین برای تولید اون 50 میلیون درجه حرارت که ما لازم داریم، ما یه بمب اتمی به عنوان چاشنی لازم داریم در شکم این بمب که اون انرژی رو تولید بکنه. بله، این تست هایی است که آمریکا انجام میداد، بمب هیدروژنی، و اون هر سبت که 50 میلیون درجه حرارت فیوز بکنه این دو، در واقع اون دو عنصر هیدروژن رو، و تولید هیلیوم بکند و تولید انرژی. باری این تئوری داستان هست به کوتاهی، و امروز فقط این اعضای دائمی سازمان ملل متحد که این 5 کشور هستند دارای بمب هیدروژنی هستند. بله، من میبینم، من گفتم از شما عقبم، مثل که اون تست رو میخوان انجام بدم. بله، اینها کشورهای آمریکاست، روسیه است که یک سال بعد از آمریکا، بر این آقای ساخاروف بود که شما دیدید یه دقیقه پیش، من رو دارم میبینم، 5 کشور هستن داره بمب هیدروژنی. آمریکاست، روسیه است، انگلستانه،
که معمولا اطلاعات اتمیش آمریکا با انگلیس که عموی پیر آمریکاست با هم اینها در واقع نشون میدادن. آمریکایی‌ها خودشون هم دانشمندان داشتن. فرانسه است و چین. بنابراین پنج کشور ما داریم امروز که اینا مسلح به ثرمو نوکلیر وپن هستن. ثرمو نوکلیر همون بمب هیدروژنی. حالا این آقا چنین ادعایی کرده، عرض کنم که یک مثل که دروغ شاخداری بوده و این دستگاه هایی که در واقع عناصر رادیواکتیو رو تشخیص میدهند و اینها هرچی پرواز کردن تا به امروز نشانی از بمب هیدروژنی ندیدن. این بیچاره بدبخت هم تا شکمش خالی میشه یه بمبی میتره کنه. یا آقا چی میخوای؟ میگه 600-700 میلیون تن با جوجه میخواییم، یه 100,000 تن گندم هر میشود که یه موارد گوشت خوک و اینا لازم داریم، برای خودم هم یه چند تا یه 200-300 تا از این جعبه های ارز کنم که هنسی میخوام بخورم، مثل مرحوم پدرم خیلی دوست داشت کنیا که هنسی و کنیا های گرونتر، اونم به من بدین، کاری ندارم. اینو بهش میدم میخوره، بعد دوباره شکمش گرسنه میشه، دوباره یه بمب دیگه میتره کنیم. چه شد؟ چی میخوای دوباره؟ من جوجه ها تمام شد، جوجه تمام شد. بله اینم شده چاقوکش محل. از نظر استراتژیک هم یک جایی است که دست بهش نمیشه زد، یعنی توپخانه‌اش رو سوار کرده روی پایتخت کره جنوبی، فاصله‌اش هم تا ژاپن خیلی خیلی اندک است. ژاپنی‌ها هم نسبت به این مسائل خیلی خیلی حساس هستند به خاطر اون سابقه بسیار بسیار جنایت‌آمیز هیروشیما و ناکازاکی، و این اونجا کارش اینه. سه تا مشکل بیشتر نداره، صبحانه و نهار و شام. اما ماشاءالله مثل آخونده خودمون که سپاه پاسداران داریم، بسیج چاقوکش داریم، از که میکنم عراقی داریم، پاکستانی داریم، همه جور هر چاقوکشی تو محل بوده آوردیم، پود نفت میدنیم میخورن که آقای علی آقا رو نگهداری بکنن. اینا ماشاءالله ارتش خیلی بزرگی دارن، میلیونی. آمریکا اونجا عرض کنم که تأسیسات نظامی دارد برای دفاع از کره، و دیروز برای در واقع نشان دادن پشتیبانی یک هواپیمای B-52 با ارتفاع کم بر فراز کره جنوبی به پرواز درآورد، در حالی که یک F-15 هواپیمای فایتر بامر F-15 در سمت راست و یک F-16 در سمت چپ حرکت میکرد. بدین معنی که فضولی نکنی یه وقت بچه، اینجا بادام شیر میکنی بازی. و این هنوز مورد بحث است که این آقا آیا این دروغ میگه. اما تعداد دانشمندانی که بر این هستند که کره ها هنوز داره اون تکنیک نیستند که بتوانند بمب هیدروژن تولید بکنند، تعدادشون خیلی بیشتر هست. اما خیلی خیلی در واقع کار خطرناکی است، مرتب داره اونجا آزمایش میکنه و کشورهای جهان علیه این اقدام کردن. یک طرفش به چین وصله و در واقع چین هست که یه چیزهایی به اینها میدهد، وگرنه کره شمالی هیچ اداره اقتصاد نیست، قابل قیاس نیست. در واقع اگر شما بخواید ببینید تفاوت دیکتاتوری که ما از دستش 24 ساعت اینجا خدمت شما ناله میکنیم و بر سر میکوبیم با سیستم دموکراتیک، مقایسه بفرمایید کره جنوبی رو با کره شمالی. یک ملت هم، یک فرهنگ هم، یک زبان هستن، منتها اونا کمونیست باقی موندن، یعنی دیکتاتوری، یعنی کامیونیزم یعنی دیکتاتوری. یعنی تا حالا نشده در از تاریخی که آقای مارکس اون حرفا رو زد به کمک آقای انگلس و اون پیشنهادات رو داد تا به امروز یک حکومت کمونیستی نیست که آدم رو آدم حساب کرده باشه. همه استبدادی و جان انسان هم
یه شای ارزش نداره و اینها قریب 100 میلیون آدم کشتن تا به امروز. عرض کنم که کره شمالی یک نمونه شه که همجون مانده، اینا رو سه نسلن. من عرض کنم که من رفتم و فرزند من آمد خلف صدق، او را به خدا و به خداوند سپردم. بله، خدا یعنی خدا، خداوند یعنی پادشاه. بله، به سفارت عرب. بله، کره جنوبی دموکراتیک شد، در زیر ساخت صنعت فوق العاده ساختن اینا، در زمانی که مثلا ایران پیکان قالب میزد، اینا اصلا دوچرخه نمیدونستن چی هست در کره جنوبی، اما مشغول بودن به کار اساسی. ما همه کارامون سطحی و بیمزه و خنک و بیفایده بوده. چرا؟ به جهت اینکه کشور در دست مردم نبوده، همیشه آدم بیمغز خنکی بر مملکت ما حکومت میکرده، بیسواد و بیمغز. این رهبران ایران یه مش آدم بیسواد بیمغز مدعی، در واقع اما مدعی تمام علوم منقول و معقول. ما همه چیز میدانیم آقا. همین از همین آقای اسد علی بپرسید، میگوید که من که لنگر زمین و آسمانم. قدرت این دیوانگی رو به آدم تلقین میکنه که از همه بهتر میداند و بهتر از همه فکر میکند و اوست که باید فکر کند و دستور بدهد. بقیه جامعه کسی نیستن اینا، یا امتی هستن اینا، ما اینا رو میچرانیم. بله، این دیکتاتورهای خنک بی عقل ما هیچ کاری نکردن در این مملکت ایران. یعنی ظرفیت هایی که ایران داشته و این همه ثروتی که در این مملکت بود به خصوص نفت، میبینیم که هیچ نداریم. یعنی شما در بازارهای جهان چیز ایرانی پیدا نمی کنید. چرا؟ 150 کیلو پسته الحمدلله در سال میاریم میفروشیم، اونم بعدش کرم کرم داره، اونم عقل اینه که اینا رو درست عمل بیاریم که نداریم که. چند تون پسته است و چند تون فرش و نمیدونم پشم و پوست و روده هم داشتیم در زمان که اون پوست و روده هم دیگه نداریم. هیچی هیچی، همش خورده شده و برباد رفته و مردم ما یعنی کشور ما به جایی نرسیده، ته جدول داره زندگی میکنه. ته جدول، هر چی که نگاه کنی ته جدوله. ماشاءالله، بعد 2500 سال این مردم باهوش، علتش هم یک چیز بیشتر نیست، هموطن، و اون استبداد دیکتاتوری است. اگر تو هموطن عزیز من، برادر نازنین من، فکر میکنی که دیکتاتوری چیز خوبی است، شما بایستی در باب خودت عرض کنم یه تحقیق بیشتری بکنی. هر کس فکر کرد که دیکتاتوری چیز خوبی است، حتما عقلش پارسنگ میبره، مطلقا پارسنگ میبره. ما گیر دیکتاتوری هستیم. کشور ما هیچ عیبی ندارد، مردم ما هیچ عیبی ندارند، فقط مشکل این است که حاکمیت ملی و کار نیست. و من اگر هزار بار بگویم به قول آتاتورک که حاکمیت ملت هندر، این شریفترین چیزی است که در اون منطقه تا حالا گفته شده، شریفترین عبارتی که در اون منطقه در تاریخ انسان گفته شده این عبارت آتاتورک است. حاکمیت ملت هندر، حاکمیت مال مردم، نه مال شیخ، نه مال شاه، متعلق به مردم بزرگوار و تاریخی ایران هست. و من میتوانم به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر قسم بخورم که اگر 10 سال این کشور به دست این ملت بزرگ اداره شود، ایران کشور بزرگی خواهد شد. ایران کشور بزرگی خواهد شد. اما گفت تو ای پری کجایی که رخ نمی نمایی. بله، این آزادی رو ما در حسرتش مردیم و
روی آزادی رو ندیدیم متاسفانه. باری این داستانی که عرض کردم، این موضوع خبری بود که در باب کره شمالی به میان بود و شنیدم حالا دیگه پاکستان هم برای ما، کشور جعلی پاکستان هم داره ایران رو تهدید میکنه که از روی نقشه شما رو پاک میکنیم. حالا دو سه تا از این بمب اتمی های احمقانه ساخته، فکر کرده که مثلا آدم شد. یک کشور جعلی که هیچ هویتی نداره، کثیف‌ترین جای جهان این پاکستانه. همین امروز هم شما بخواید این پاکستان 559 باید واکسن بزنید، از بس کثیف این مملکت. دولت نداره، حکومت نداره، هیچی نداره. حالا تهدید کرده که اگر نمیدونم ایران نم چه بکند، ما از صفحه تاریخ، از جغرافیای جهان پاک میکنیم. اینو یه روزنامه اسرائیلی گزارش کرده، بیشتر از دهنش حرف زد. خب اجازه بدید که عرض شود که یک خبر دیدم که دانشگاه داخلن، دانشگاه تولید مداح، یک مشلات چاقوکش رو آوردن. عرض کنم که دانشگاه، این پرونده اینها دست دکتر نقره‌کاره. یه ایمیل مختصری برای من فرستاده بود این دوست گرامی که دانشگاه تولید مداح، خب همه چیزمون کامل بود و درست بود، فقط دانشگاه تولید مداح نداشتیم که الحمدلله رب العالمین به دست آوردیم. خب من اینجا امروز عرض کنم که دو کتاب دارم، یکی به نام علی، ماشاءالله قدرش هم میبینید، یکی هم کتاب شخصیت محمدی. ما یک قطعات از اینها میخوانیم. میخواستم خدمت شما عرض کنم که ما، مشکل بزرگ ما دیکتاتوریست، دیکتاتوری به خصوص دیکتاتوری دینی. باز این دیکتاتورهایی که میآیند و میروند و مدرن فکر میکنند، ارتجاعی نیستند، بهترند از دیکتاتوری دینی، گرچه دیکتاتوری خوب وجود ندارد، اما بدترین اتفاق که در جامعه ممکن است بیفتد این است که آخوند مرتجع قدرت و حکومت رو به دست بگیرد. امروز بزرگترین ثروتی که ما از دست داریم میدهیم به طور سالانه، فرار مغزهای فعال جوان ایرانی است از ایران به سمت مغرب زمین و یک بررسی کردن، سالی نمیدونم چندین ده بیلیون دلار مغز داره فرار میکنه که میرن در این سرزمین ها کار میکنن. چرا؟ برای اینکه جایی برای اونها نیست، جایی برای اونها نیست. حکومت حق ماست. به چه دلیل حق شماست؟ به خاطری که ما نیم پارچه سفید یا سیاه بستیم به کله، لباس عربی غیر ایرانی ضد ایرانی پوشیدیم و رفتیم 6 ماه در فیضیه، حکومت حق ما شده. تا روز قیامت هم حق ما خواهد بود، تا روز ظهور حضرت امام که در غیبت هستن، غیبتشون کبرا شده. ما حق ماست و شما ملت داره هیچ حقی نیست. بنابراین اگر آخوند هستی، آخوند شیعه در این مملکت، همه حقوق مال شماست. این ملت که میبینید اینا یه مش کافر مجوس بودن، ما گرفتیمشون، غنیمت گرفتیم، داریم میخوریم و خواهیم خورد. هر کس هم نفس بکشه شکمش پاره میکنیم. پاسدار داریم، بسیج داریم، کم بیاریم از حزب الله لبنان میاریم برای آدم کشی. همه طوره شیش میخش کردیم که دست خودمان بماند. خب اگه شما نماینده الله هستید، خب باید با پشتیبانی الله باشید. ببینید الله کی میخواد که شما باشید یا نباشید.
عرض کردم بابا ایرانیه، آب رودخونه کرج میخوره، با بچه ها فوتبال بازی میکنه. همچین که رفت یه 6 ماهی با این آخوندها دیزی خورد در اون خراب شده فیضی قم، یک آدم ضد بشر، ضد هنر، ضد ذوق، ضد مدنیت، ضد مدرنیته، ضد زن، ضد غیر خود از اونجا میاد بیرون و این میگوید همه حقوق سیاسی و غیر سیاسی مال ماست، ما سادات هستیم. هر ساعت که کلسیه هاش، البته حکومت حق ماست، اینجا مال ماست. و حمدالله و المنه تا امروز هم نتوانستن 5 روز بدون بحران زندگی بکنن. 5 روز همواره باید یک شری در یک جایی برقرار بکنن، سر مردم رو به اون شر در واقع بند رو گرم بکنن که یک روز دیگر بگذرانن. دوست می‌دارم من این نالیدن جنسوز را، تا به هر نوعی که باشد بگذرانم روز را. یه روز یه روز می‌دزدیم آقا، و این همه ثروت که اینها دزدیدن در این طول مدتی که بودن، همه ایران رو میشد گلستان کرد. آقا ایران بایستی با این ثروتی که داشته است در دست اینها به هبا و هدر رفته، بایستی جز کشورهای صنعتی تراز اول میبود امروز، اما دست آخوند است. بنابراین این که ما نقد میکنیم این در واقع عقب افتادگی اسلام رو، به جهت این است که ما یک ملت اسیری هستیم در دست قوانین عقب مانده اسلام و نمایندگان عقب افتاده اسلام. با خود اسلام ما کاری نداریم، ما مشکلی نداریم. فضا باید باز باشه، آزاد باشه، اهل تسنن، شیعیان، بهائی ها، زرتشتی ها، نمیدونم مسیحیان، همه بتوانند کنار هم زندگی بکنند. به هندوستان نگاه کنید. این است که تکرار میکنم، ما با دین مشکلی نداریم، با حکومت دینی مشکل داریم. این اسلام عزیز تقریبا فراموش شده بود، آخوند فقط سر قبر بود، اونجا قرآن میخوان، گاهی خمس و زکاتی هم بهش میدادن که دهنش ببنده. تا اینکه هر شبت که کشور ما رو خراب کردن، این آمال مشروطه رو لگد مال کردن، احزاب سیاسی رو در مملکت برانداختن. اگر در کشور ما 2 حزب سیاسی چند میلیونی بود که خمینی نمیتوانست باید این کاران انجام بده، هیچی نبود، هیچی نبود. یک هموطن بسیار جوانی که هیچ اطلاعی نداشت خب از اوضاع، که آقا چی شد که اینطور شد، از من سوالی کرد که چرا به این روز افتادیم. خدمتش توضیح دادم، گفتم عزیزم این داستان خیلی پیچیده است، یه جواب ساده ای ندارد. ما بایستی آغاز کنیم از روزگار مشروطه و این همه تلاش های دلیرانه و در واقع فدا شدن این همه دلاوران برای برقراری قانون، قانون، قانون. اما دیکتاتورها یکی پس از دیگری آمدند و اون چه خواستن کردن و این حاصلشه. این حاصل دیکتاتوریست، اون چه ما میبینیم، این حاصل دموکراسی که نیست که. بنابراین ما نقدی که اینجا داریم میخواییم به شما نشان بدهیم که نترسید هموطنان، این آدم ها اینا یامش آدم بودن، اینقدر از جعفر صادق برای چی میترسید؟ این هم جعفر صادق علیه السلام هم یک آخوندی بوده مثل بقیه آخوندا، جدش میرسیده به نمیدونم رسول.
چرا ما انقدر میترسیم از اینا؟ اینه اماش آدم های درجه 4 و درجه 5 بودن در روزگار خودشون، کسی کار به دست اینا نمیداد. به محض که یه آخوند ببینیم خیال میکنیم که خود خدا داره میاد. یک مش آدم شکم پرسته، شکم خاره، شکم باره، بی عقل، بی اطلاع، زورگو و جنایتکار نشستن و عرض کنم که سرنوشت ملت بزرگی رو به دست گرفتن، هر روز هم یه مشکلی برپای میکنن. بگذاریم، کتاب علی از آقای شریعتی، هر جوش که میخونی شما پر مغلط است. خب حالا ما قطعاتی میخوانم خدمتتون. خب علی شریعتی: متاسفانه وقت نیست که مسئله را درست اونجوری که میخواستم بررسی کنم و نتیجه گیری اساسی بکنم، ولی فقط یک عرضی دارم و آن این است که تکرار یک اصل، ما باید مبانی اعتقادی تشیع خودمون را، اصولی را که من معتقدیم و اصولی را که من معترضیم، حفظ کنیم و همچنان بین طرز تفکر و برداشت علمی ما و برداشت علمی مخالف ما دائما تصادم و تضاد و اختلاف و کشتی گرفتن منطقی وجود داشته باشد و ادامه داشته باشد. اما میان ما و آنها به عنوان دو بازوی یک اندام و دو برادر یک خانواده باید وحدت وجود داشته باشد. خب راه سوم این است که باید حفظ اصول اعتقادی شیعی خودمان و اختلافاتی که از لحاظ فکری و علمی با آنها داریم، می توانیم، منظورش اهل سنت است، با آنها یار و همدست و متحد در برابر دشمن مشترک باشیم. این شعاری است و راهی است که برای اولین بار در تاریخ شخص علی ابن ابی طالب اعلام کرده و وعظ کرده است. حالا یک مش دروغ بسته به علی ابن ابی طالب. علی در خانه می نشیند و سکوت می کند و شمشیر بر روی مخالفش نمی کشد. همین یه عبارت رو ما می گیریم و را شما تحلیل می کنیم. علی سکوت می کند، در خانه می نشیند و شمشیر بر روی مخالفش نمی کشد. مخواستی چی کار بکنه علی؟ علی کی بود؟ چی کاره بود؟ 3 نفر رفیق داشت. شمشیر به کی بکشه؟ می زدن توی سرش. عرب آمده ابوبکر انتخاب کرده، باش بیعت کردن، 2-3 نفری هم که اینا هرچه زور زدن به 8 نفر نرسید، گفتن آقا حق پسر ابو طالب بوده. بعدش هم عمر اومده، بعدش هم عثمان اومده، مسلمین بیعت کردن و شمشیرشون رو در راه پشتیبانی از اون حکومت گذاشتن. حالا علی میخواد در خانه‌اش میخواد چیکار بکنه؟ کیو داشت؟ با شمشیرش میخواد چیکار بکنه؟ اگر سکوت نمیکرد چه میکرد؟ نشسته بود مجانی میخورد. عمر این اموال مسروقه رو که تقسیم میکرد به ایشون 2 برابر میداده، خودش هم هیچی بر نمی داشته. گفت اینا که در وضع بودن 2 برابر بهشون میدیم، از طلاهایی که از ایران میدوزیم میاریم به اینا و بچه هاشون 2 برابر میدیم. در خانه می نشیند و سکوت می کند. چاره دیگری هم مگه داشت؟ چه کاره بود؟ یه عربی بود مثل بقیه عرب. ارزش خالد ابن ولید 500 برابر علی بوده، ارزش سعد بن ابی وقاص 1000 برابر علی بوده از نظر ارزشش از برای اسلام و کشورگیری و جنرالشیپ و مدیریت. مدیریتی نداشتی بیچاره که کار در خانه نشسته سکوت کرده. حالا که سکوت نمیکرد میخواد چیکار کنه؟ شمشیر بکشه بفته دنبال عمر؟ و بلافاصله گردنش میزده. خلیفه؟ به ما گفتن خلاصه خبر میخوام بشنویم. خیلی خوب، اجازه بدید خلاصه خبرم بشنویم، برگردیم سراغ صحبت های آقای علی شریعتی.
با درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس، من لیلا هاشمیان توجه شما را به خلاصه ای از خبرهای این ساعت جلب می کنم. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع مطلع خبر داد که قلب راکتور عراق امروز دوشنبه 21 دی ماه خارج و محل آن با بتون پر شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مقاله‌ای برای روزنامه نیویورک تایمز نوشت و در آن با انتقاد از سیاست‌های عربستان هشدار داد که صبر و تحمل ایران در قبال اقدامات عربستان همیشگی نخواهد بود. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس نهم امروز دوشنبه 21 دی ماه نیروی انتظامی را مقصر اصلی ماجرای حمله به سفارت عربستان سعودی دانست و گفت این نهاد باید در برابر اتفاقی که به نفع عربستان تمام شد پاسخگو باشد. چین تا یه هفته گذشته با فرستادن هیئتی به عربستان سعودی و ایران از هر دو کشور خواست تا در ارتباط با تنش‌های ایجاد شده بین ریاض و تهران خونسردی خود را حفظ کنند. یک نماینده مخالف دولت روحانی در مجلس جمهوری اسلامی به شدت از بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی به خاطر عقد قراردادهای محرمانه نفتی انتقاد کرد. دمیتری راگوزین معاون نخست وزیر روسیه اعلام کرد که ایران شکایت خود را از روسیه در رابطه با تحویل سامانه موشکی S-300 پس گرفته است. در ادامه واکنش ها به آزمایش یک بمب اتمی توسط کره شمالی، آمریکا بمب افکن B-52 خود را بر فراز آسمان کره جنوبی به پرواز درآورد. ارزش سهام در بازارهای آسیا امروز دوشنبه در اولین روز کاری هفته کاهش یافت. دستگاه قضایی مکزیک میگوید شامپن، بازیگر سرشناس هالیوود، به دلیل دیدار با الچاپو، بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر مورد سوال قرار میگیرد. فیلم بازگشته اثر الهاندو گوندالس اینیاریتو به عنوان بهترین فیلم برنده جایزه گلدن گلوب شد. دیوید بویی خواننده و آهنگساز افسانه‌ای در سن 69 سالگی درگذشت. این بود خلاصه ای از خبرهای این ساعت. شاد و سربلند باشید. با درود سباره بر شما هموطنان بزرگوار، از کتاب علی میخوانیم، اثر آقای شریعتی. عرض کردم اینا اومده بودن و دولت اون روزگار رو بانه کرده بودن که آقا بچه ها دارن کمونیست میشن. گفت چیکارشو کنیم؟ گفت آخون بشن بهتره، حالا باید چیکار کنیم؟ گفت علی شریعتی رو بلنگو بش بدیم که این جوان ها رو بکشه به تره رسولا. علی شریعتی آدم زرنگی بود، کلا گذاشته بود سر این دولت، ارتجاع رو و گونی رو به سر زنا دوباره این آقای علی شریعتی کرد، فرستاد دانشگاه. اینم کتابش. علی در خانهش می نشیند و سکوت می کند و شمشیر بر روی مخالفش نمی کشد. به چه دلیل شمشیر بکشه؟ به شمشیر به کجا بکشه؟ برای چی شمشیر بکشه؟ طلبش چی بوده که شمشیر بکشه؟ آقا عربا نمیخواستنش، ایشون دوست نداشت هیچ کس، هیچ بین عرب، به جهت اینکه از هر خانواده که دو نفر کشته بود. شمشیر به روی کس شمشیر نمیکشه، مثل که بی حساب کتاب بوده که این پاش شمشیرم بکشه، نمیکشه چون مخالف داخلی است. و بعد بیعت می کند و بعد پشت سر همین ها نماز می خواند و بعد در جنگ ها مورد مشورت قرار می گیرد. خب و برای اونها خیراندیشی و صلاح اندیشی می کند، یعنی برای عمر و ابوبکر و اینها. خب برای جیرش اونجا بود که باید باشه. می گوید که به اون رفیق نزدیکش که اسمش یادم رفت، میگوید که حاکم ظالم بهتر از نبود حاکمه، چون پولا رو جمع میکنه، چون مالیات ها رو حداقل جمع میکنه. خب میگوید که چنان که در جنگ ایران وقتی که قوای عرب و قوای اسلام اول شکست خورده بود، عمر گفت من خودم میروم، ولی حضرت علی او را منع کرد که تو سر این سپاهی و اگر بروی و کشته شوی به کلی متلاشی می شود. تو باید مرکز را داشته باشی که اگر سپاه شکست خورد
دشمن بداند که اینجا پشت دارد. که البته اینجا چیز کرده کسان دیگری بودند در اون مجلس، اون حلی تنها نبود. این صلاح اندیشی یک خیرخواه است و بعد با آنها مراوده دارد، دوستی دارد و یک بار نمیگذارد که اختلافشان سرچشمه کشت میکروب نفاق و اختلاف و جاسوسی و تضاد داخلی و متلاشی شدن این وحدت جوان باشد و در نتیجه موجب بهره برداری قدرت‌های بیگانه اسلام یا جناح‌های داخلی منافق یک بار نگذاشته است و در عین حال هرگز چنان که دیدیم تا آخر عمر از سر اصول و مبانی اعتقادی که با معتقد بود یک وجب عقب نشینی نکرد. خب عیبش و مشکل این بزرگوار همین بود، چون دیگه مسلمانان زمان عثمان که اینا گداهای بیچاره زمان محمد نبودن که میخواست بگردن به اون روزگار، ثروتمند شده بودن. یه آدم مثل عبدالرحمن ابن عوف که یک کرخر یک گدوخ نداشت سوار بشه، میگوین هزار اسب نژاده در طویلش داشت. اینه که دیگه نمیشد برش گردون به روزگار اصحاب صفه که هر هفته یه تخم مرغ میخوردن، اینا رو متوجه نمیشد دیگه. خب و حتی چون که دیدیم در هیچ یک از اون مواردی که انتقاد داشت گذشت نکرد و چنان که دیدیم در شورا برای تأیید رویه دو شیخ خلافت را کنار گذاشت و نابودی خودش را امضا کرد و اون رویه را تأیید نکرد. و این بدان معناست که علی در این حال که به مکتب خاص خودش، جبهه‌گیری خاص خودش، فهم و برداشت ویژه خودش از اسلام و راه خاص و مشخص و مستقل خودش که انتخاب کرده و فهمیده و به مواردی که بر مخالفت و بر مخالف اعتراض دارد و پیشنهاداتی که دارد و نظریه ها و نقشه ها و هدف ها که برای جامعه دارد و مرزی که او را از مخالفش جدا می کند و همه اینا همواره به هر قیمتی و در هر شکلی و شرایطی وفادار می ماند، اما در برابر دشمن مشترک است که دست در دست همین مخالف و همین قاصب حق خودش و اهانت کننده خانواده خودش میگذارد و مانند یک بازو در برابر دشمن میایستد، به طوری که روم و به طوری که ایران و به طوری که منافقین بزرگی که در همه جا بودند آرزو داشتند که خاک مدینه را به قول خودشان توی توبره اسبهایشان به سرزمینشان ببرند تا مدتها متوجه نشدن که در داخل مدینه چنین اختلاف عمیق وجود دارد. خب این داره به چه اشاره میکنه؟ عرض کنم خدمتتون که این که میگوید که میگذرد و کنار میرود، نه، حضرت علی عاشق این خلافت بود، دائم غر میزد بهش نمیدادن، آقا عرب بهش رأی نمیداد، نمیخواستنش، به جهت اینکه حضرت ایشان مدیریت نداشت. پسرش بهش میگوید، همون امام حسن، بهش میگوید که شما سیاست نمیدانی، شما آیین حرب هم نمیدانی، نه یعنی نه یه جنرال خوبی هستی نه یه سیاست مدار خوبی هستی، به باباش میگه. این داستان هم به این وجه نیست که این آقا میگه، داستان اینجاست که وقتی که در شورای شش نفری که عمر تعیین کرد آخر کار موندن عثمان و علی. عثمان از بنی امیه بود، آمدن و گفتن چه بکنیم که به علی ندهیم؟ فردا امر عاص که من درست میکنم. در تاریخ نامه طبری آمده است که میگوید امر ابن عاص رفت و به خدمت علی رسید و گفت یا علی، میدانی که من به تو خیلی ارادت دارم. گفت چه داری بیار؟ امر. گفت ببین، فردا عبدالرحمن ابن عوف قرار است که شما رو معرفی بکند و مسلمین به شما رأی بدهند. اگر که از تو پرسید که ای علی حاضری که
که رویه شیخین و رسول و مطالب قرآن را مو به مو اجرا کنی، یک مرتبه نگی حاضرم، اون موقع خواهم گفت که تو حب ریاست داری، بگو باید من راجبش بکنم. و همین کار خواهم رفت پیش عثمان، گوه عثمان من میخوام تو رو فردا خلیفه کنم. وقتی که عبدالرحمن ابن عوف دست تو رو گرفت و گوه عثمان حاضری که به رویه اون دو شیخ یعنی ابوبکر و عمر و زیارت رسول و مطالب قرآن مو به اون پیروی کنی، بگو حاضرم. فردا رفتن، فردا رو آمدن در مسجد، گفتن ایها الناس ساکت باشیم، ما از این شش نفری که عمر معلوم کرد که طلحه بود و زبیر بود و عبدالرحمن ابن عوف بود و سعد ابن ابی وقاص بود و علی بود و عثمان، گفت اینا کنار رفتن، دو نفر مانده، علی پسر ابو طالب، عثمان ابن عفان. خیلی خوب، یا علی بیا جلو دست به من بده، تو حاضری چنین 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 کنی؟ گفت من باید راجبش فکر کنم. عثمان تو حاضری این کارو بکنی؟ گفت حاضرم، آمادم. گفت ای هنناس، ما دو تا کاندیدا داریم اینجا، من از اینها این سوال رو کردم، یکیش میخواد بره بشینه فکر بکنه، یکی بلافاصله حاضره. گفتم خب ما اونی که حاضره میخوایم. آمدن با عثمان بیعت کردن. عمر هم دستور داده بود که اگر بین دو نفر شد و مسلمین به یک نفر بیعت کردند و اون نفری که اون کاندیدای دیگر بیعت نکرد با اون شخص، 40 نفر مأمور کرده بود در مسجد که گردنش رو بزنن، گردن اون که بیعت نمیکنه با این یکی. علی راه افتاد که کلا سرم گذاشتین، بیعت نمیکنم. گفتن که مثل که فرمان عمر رو فراموش کردی، بیرون در منتظرم، شمشیر زنا اونجا با شمشیرهای دوزی ساخت ایران آماده هستن گردن تو بزنن. آمد به عثمان بیعت کرد. اینطور نوشته که پنداری اختیار حکومت اسلامی اون روزگار در دست حضرت علی علیه السلام بوده، چنین نبوده، مطلقا چنین نبوده. تازه وقتی حکومت بهش رسید چه کرد؟ جز آدم کشی و نفاق هیچ کاری انجام ند. تاریخ ها گواست، این 3 سال اندی که بود همش داشت مسلمون میکشت، ماشاءالله صبح تا شب. حالا اینا میگوین که حکومت جهان حق ایشون بود و پسراش. شما برو پیدا کن پرتغال فروش را. خب بله بله، بعد میگوید که و شخصیت بزرگی مانند علی حقش پایمال شده و گوشنشین شده و دم نزده، به طوری که بتواند در چهره ظاهری جامعه انعکاس پیدا کند و در افکار عمومی و در بین قدرت ها شهرت پیدا کند که مدینه دارد از درون منفجر می شود یا قابل انفجار است. و این اقلیت به شکلی در آمد که حتی ابوذر را در جلوی خود علی شجاع و رشید تبعیدش می کنند و تنها در ربزه یا ربزه باید باشه جان می دهد و علی اعتراضش را جز از یک تصادم و انتقاد شدید بالاتر نمی برد. او کاری نبود، عثمان خلیفه مسلمین این ابوذر رو تبعید کرده بود یه ده توی بیابونی، چون لاتایل زیاد میگو، مزاحمت زیاد میکرد، ایجاد میکرد. خیلی خوب، و علی اعتدار از تصادم باره. برای اینکه در همون دوره چنان انقلابات در سراسر جامعه اسلامی دارد رشد و توسعه پیدا میکنند و دست های بسیار پلید دست در کار متلاشی کردن این قدرتند که خود علی میبیند اگر بر این آتش دامن زند همه چیز رفته، همه چیز. یک نوع شیعه صفوی و یک نوع شیعه علوی هست که اصول فروعش را گفتم در بحث وحدت و تفرقه اسلامی. یک شیعه دیگری هم هست
یکی تشیع علوی است که تشیع وحدت است و شیعه ابو سفیانی است تشیع ابو سفیانی. وقتی که حکومت از علی قصد می شود و علی خانه نشین می شود، ابو سفیان خودش را به علی و خانواده علی و خانه علی می رساند و می گوید چه نشسته اید ای ذلیل ها، و عباس و علی رو می کند ای ذلیل ها اینجا شما نشسته اید و شلاق می خورید و قدرتتان و حکومتتان را از دستتان می رو باید و دم نمی زنید. ای ستم کش های ذلیل، دستت را به من بدهید تا با شما بیعت کنم و فرمان بده تا برای دفاع از حق تو و احقاق تو و شکستن مخالف تو مدینه را از سوار و پیاده پر کنم. بعد علی میگوید هیچ کس ستم را نمیپذیرد مگر خر قبیله که هر چیز را هی بارش میکنند و میخ که هی توی سرش میزنند و هیچ کس برایش مرثیه نمیخواند. بعد رو میکند به ابو سفیان، ای ابو سفیان چقدر کینه تو نسبت به اسلام طولانی شد، برو من به سوار و پیاده تو نیاز ندارم. این اینطوری نبوده که ایشون نوشته. ابو سفیان هم به خانواده نرفته منزل در بزنه و بگه ای ذلیل ها و ای تو سری خورده ها، نه، یه تعارفی کرده، آمد گفت ای علی میخوای من به تو کمک بکنم تو راه. اونم گفت نه، کمک شما لازم نیست، در حالی که این تعارف بود، چون ابو سفیان که بزرگ امویان بود، عثمان هم که از همونا بود. بارها گفتم وقتی که این بنی امیه قدرت به دستش رسید، تمام کسانی که محمد دوست نداشت و دشمنی کرده بودن با محمد جمع کرده بودن و داشتن شغلها رو ترتیب میکردن. ابو سفیان بارش رو گفت به به ای بنی امیه بخورید و بنوشید و حکومت کنید که نه جبرئیلی بود و نه وحی. مورخ اون رو میگه. آقای شریعتی خب دیگه یه باش جوان کم سواد پیدا کرده بود و مملکتی که در خفقان بود و در هیچ جایی سخنی نبود و هیچ گفتاری نبود، ایشون گل کرده بود. یک نفر هم اجازه نداشت اینا رو نقد کنه. اینا نصفش به لحاظ تاریخی غلطه و اشتباهه. خب گفتن که ما یه دقیقه وقت داریم، ما با یه دقیقه وقت بخواهم چیکار بکنیم. خدمت شما عرض میکنم که این کتاب شخصیت محمدی رو هم قطعاتی ازشون میخوانم که چگونه پیرزن 90 ساله رو میبستن به چهار شطور و چهار تیکه کردن در مدینه، که شما بدانید این کارهایی که این آخوندها میکنن و داعشی ها میکنن و اینها، اینا هم اسلامی است. این کارها قبلا شده، توسط بزرگان و پیشوایان دین شده، شلاق زدن و کور کردن و دست بریدن و پیرزن و چارپاره کردن و اینا بوده. این داعشی ها و این طالبانی ها و بقیه که امروز بروز و ظهور کردن، اینا شناسنامه واقعی اسلام هستن. حالا اگر آدم های خوب در اسلام پیدا شد، در ایران پیدا شد، این دیگه از مدنیت ایرانی بود، از این نظر بلند ایرانی و عاطفت ایرانی و ذهنیت دینی ایرانی بود، وگرنه اصل قضیه جز خشونت چیزی نبود. اجازه بدید خدمت شما عرض کنم 31 ژانویه، شما میتوانید این چیز رو نشون بدید، یک فلایر هست اونجا آقای علوی فرستاده، منم خدمت شما فرستادم، میتونید اون رو لطفا نشون بدید. روز 31 ژانویه در پترولیوم کلاب هستیم، در 100 نورت برادوی نمبر 3400 اوکلاهاما سیتی اوکلاهاما 405-760-2637 تلفن آقای فریدون علوی است. از شما سپاسگزارم، از سفر سپاسگزارم، هموطنان گرامی، از همه شما که وقت گذاشتید، همه سرمایه هستی رو گذاشتید، چون سرمایه هستی جز وقت چیزی نیست، و به حرفای ما گوش دادید سپاسگزار هستم. تا
برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.